خبری ساعت 19 تهران جام جم شبکه بین المللی خبر سرخط خبرها. 33 جشن پیروزی انقلاب، ایران زمین لبریز عطر وفاداری به آرمانهای امام و شهیدان. مسئولان نظام و مراجع اعزام همگام با مردم در جشن پیروزی. رئیس جمهور در جمع راهپیمایان 22 بهمن. در چند روز آینده چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای را اعلام خواهیم کرد. انشاءالله در چند روز آینده دنیا شاهد چند افتتاح چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای خواهد بود. هنیه در میدان آزادی. در برابر همه تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی نیستیم. تأکید شرکت کنندگان در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن. رمز توفیق ملت ایران، وحدت کلمه و پیروی از فرامین رهبری انقلاب. انعکاس و بازتاب گسترده حماسه حضور در رسانه های جهان و تنین شعار مرگ بر شاه در بحرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان. به مجموعه خبری ساعت 19 از شبکه بین المللی خبر خوش آمدید. مردم ایران اسلامی در روزی پاک بدون هیچ آلودگی پرصلابت همانند کوه دماوند پیام استکبار ستیزی خود را شفاف، مقتدر و با صلابت به جهانیان اعلام کرد. امروز زن و مرد و پیر و جوان به صحنه آمدند تا با شور عاشورایی یادآور روزهایی باشند که جهان را در دفاع از آرمانهای خود مبهوت کرده بودند. مبارزه با استعمار و سلطه اجانب. من میگم این مردمو نگاه کنن، هرچی گزینه دارن بذارن. مردم ایران در 22 بهمن ماه سال جهاد اقتصادی یک بار دیگه به سربلندی این کوها در صحنه حاضر شدن و یک نه به استکبار جهانی گفتن و کیه که ندونه جرم این مردم تنها دست رد زدن به سینه تفاوتگرانه. 22 بهمن روزیه که دوباره اسلام احیا شد. خون غیرت، امنیت، آزادگی و وطن دوستی در رگ‌های شهرمان جریان یافته است. شما برای انقلاب خون دادیم، شهید دادیم، باید همیشه پشت پناه رهبرمون باشیم، همیشه باید این صحنه‌ها حضور داشته باشیم تا این انقلاب همیشه پایدار بمونه. مردم ایران پرشکوه‌تر و با صلابت‌تر آمدند و به جهانیان گفتند این از حضور خودشون. ملت ایران زنده هستند و بیدار هستند و تا آخرین قطره خون پای ارزش‌هاشون میمونن انشاءالله. حضور این جمعیت حجت را تمام خواهد کرد. عشق به امام و عشق به رهبری و به عشق به این کشور عزیزمون ایران. اینجا سرزمین من ایران است. از
سرزمین خورشید، خراسان رضوی جنوبی و شمالی، کاخ همیشه سرسبز گلستان و مازندران و گیلان همیشه قهرمان، مردم یک صدا حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی را فریاد می‌زنند. این چنین با شکوه در از گذشته با انقلاب امام راحل و ولی فقیه خود تجدید پیمان کردند. همونجور که امام خمینی فرمودن از امت رسول الله هم فهیم ترن، صحنه خالی نکردن، ما بدرمون رو تبدیل کردیم به خیبر. و زاگرس‌نشینان ایلام همچون مردم پایتخت طبیعت ایران کهگیلی و بوی رحمت با همت به بلندای فلک و افلاک لرستان و غیرت جوشان همچون چشمه‌های چهارمحال بختیاری امروز خوش درخشیدند. که ما ایستاده ایم. امروز انقلاب ما یک انقلاب جهانی. به ما میگوید حماسه حضور تمام شدنی نیست و امتداد دارد تا 12 اسفند روز انتخاب. مردم ایران تو راه پیمایی شرکت نمی کنن. این جست مال چیه؟ این مال اوباماست. اما؟ حالا پشت سر نگاه کن. اولین روز زندگیتون اومدی تو راهپیمایی؟ خدا را شکر میگویم چه روز اول زندگیمون با این روز حماسه رقم خورد. ما تا زندگی پیرو رهبری و همیشه در صحنه. ملت بزرگی که هزاران سال در بستر تاریخ جاری است و همواره موحد و عدالت طلب و عاشق انسانها و انسانیت بوده، پیرو پیامبران الهی و امروز پیرو پیامبر اعظم و اهل بیت اوست. این ملت تاریخ را خواهد ساخت، این ملت جهان را دیگرگون خواهد کرد، این ملت به همه اهداف و آرمانهای خودش که اهداف و آرمانهای فطری بشریت دسترسی پیدا خواهد کرد. میبینید که مردم خودشونن، همه چی ملت هست و ملت آینده را خواهد ساخت. حضور مردم همیشه باعث پیشرفت کشور میشه، حالا چه در صحنه های مثل حضور در راه پیمایی ها چه در انتخابات، باعث میشه که پیشرفت کنه کشور، افراد سالم اداره کنند کشور رو. الحمدلله ملت ما هر روز استوارتر از روز پیش.
در مسیری که انتخاب کردن پیش میرن، مسیر استقلال، عظمت و عزت یه ملت، و این ملت هیچ وقت شکستنی نیست، شکست خوردنی نیست و هیچگاه در مقابل فشارهای بیگانگان هیچ وقت تعظیم نخواهد کرد، تسلیم نخواهد شد. و پیام بسیار مهمی داره این حرکت عظیم امروز مردم در همه جای کشور، پیام مهمی داره برای بدخواهان، برای سلطه‌گران، و بدانن که تحریم ها بر این کشور هیچ اثری نداره. مردم ما به خاطر تحریم هیچگاه تسلیم زور نخواهند شد، راه خودشون رو یافتن و در این راه هم هر گونه هزینه رو حاضرن بکنن. و مردم میبینن کشورهای غربی، بدخواهان، سلطه‌گران، ببینن که مردم در راه عظمت خودشون هیچ کوتاهی نخواهند کرد. امیدوار کننده است دیگه، دوستان رو امیدوار میکنه، به دشمنان هم ناامید. آقا این حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چه پیامی برای دشمنان ایران و ملت ایران و انقلاب اسلامی داره؟ من معتقدم که اون لایه‌های زیرین دل‌های مردم با انقلابه، گرچه ممکنه مشکلاتی هم باشه، ولی این پیامو میدن که ما پا بر جا هستیم در اون عهدی که با امام بستیم. نظام بالنده، مردم الحمدلله طرفدار، و شور و هیجانی است که سالهای گذشته هم شاید نبود. همه باید خدا رو شکر کنیم. روز زمینه ترقی و عزت و عظمت اسلام و ایران، روز افول قدرت‌های استکباری، روز تلیعه بیداری و تلیعه بیدارگری. سلام به پیشگاه ملت بزرگ و وفادار و غیور ایران اسلامی ما. ملت و پروردگار امیر ظهور است. نه تنها سالگرد پیروزی انقلاب کشور ماست، انقلاب اسلامی اینجاست، بلکه سالگرد بیداری جهان اسلام و انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر اسلامی است. من تشکر میکنم از حضور مردم، حضور گسترده مردم در راهپیمایی. رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت 33مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای ملت ایران را در این سه دهه کم نظیر خواند. آقای احمدی نژاد با اشاره به رشد جهشی علمی در ایران گفت آمارهای رسمی اکنون رشد علمی ایران را در منطقه اول و در جهان 12 تخمین می‌زنند و به زودی شاهد ارتقاء رتبه جهانی ایران به رتبه‌های بالاتر خواهیم بود. رئیس جمهور ساخت پیشرفته‌ترین داروهای نوترکیب، توسعه جهشی در امور هسته‌ای و پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت را تنها بخش کوچکی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران در چند سال اخیر دانست و گفت ماهواره نوید که چندی پیش پرتاب شد اکنون تصاویر بسیار شفافی از مراکز مهم جهانی برای ایران ارسال کرده است. دو سه سال قبل ماهواره امید پرتاب شد، بعد ماهواره تحقیقاتی و اخیراً ماهواره سنجش. من به شما عرض کنم ماهواره نوید علم و صنعت که حاصل کار استادان و دانشجویان است، اولین تصاویر شفاف را از مراکز مهم جهان مخابره کرد و الان در اختیار ما قرار دارد. انشاءالله ظرف چند سال آینده بسیار زود ماهواره ملت ایران در مدار 36,000 کیلومتری از کره زمین قرار خواهد گرفت. دکتر احمدی نژاد به پیشرفت‌های چشمگیر متخصصان ایرانی در بخش هسته‌ای اشاره کرد و گفت
در چند روز آینده چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای را اعلام خواهیم کرد. جهان شاهد بود.